ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در استان دایکندی افغانستان از آغاز روند جمع‌آوری کتاب‌های ممنوعه خبر داده است. طبق خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی، رئیس این اداره گفته است کتاب‌هایی که خلاف اصول و سیاست‌های این گروه باشند جمع‌آوری می‌شود. طالبان پیش از این هم در دیگر استان‌ها کتابخانه‌ها را بازرسی و برخی از کتاب‌ها را جمع‌آوری کردند. وزارت تحصیلات عالی این گروه دستور جمع‌آوری کتاب‌های مغایر فقه حنفی از کتابخانه‌های مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها را صادر کرده بود. در فهرستی از کتاب‌های نامطلوب از دید طالبان که چندی پیش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، کتاب‌های مربوط به شیعیان، رد طالبان، دموکراسی، جمهوریت، سکولار و کمونیست از جمله کتاب‌های نامطلوب گفته شده بود. این کتاب‌ها از کتابخانه‌های 3 مدرسه در استان هرات جمع شده است. همراه هستیم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، با توجه به جمع‌آوری کتاب‌های مغایر فقه حنفی توسط طالبان در افغانستان، به نظر شما این اقدامات چه تأثیری بر دسترسی مردم به منابع علمی و آزادی بیان در این کشور خواهد داشت؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما. دوستان و عزیزانی که ما شما را می‌بینیم، سلام می‌کنم. در گام نخست متاسفانه با آمدن طالبان در افغانستان آزادی بیان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان وجود نداره. ما و شما در 3 سال گذشته شاهد بودیم که طالبان در برابر آزادی بیان فشارهای سخت را بر کارشناسا و رسانا و همچنان مجریای برنامه رسانی وضع کرده بودند، که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن تلویزیون ها بودیم، شاهد بسته شدن رسانه‌های صوتی بودیم و همچنان شاهد لتکوب خبرنگارا بودیم، شاهد لتکوب کارشناسای امور اجتماعی و سیاسی در داخل افغانستان بودیم. در کل گفته میتونیم که در افغانستان که امروز طالبان حکومت میکنه آزادی بیان وجود نداره. و بحث بعدی که چرا طالبان کتاب‌هایی که مخالفت با حکومت طالبان داره چرا اینا رو جمع‌آوری میکنه، و بسیار کوتاه صحبت میکنم. در قدم نخست با آمدن طالبان در افغانستان قوانین سخت را طالبان بر مردم هزاره و شیعه وضع کرده، و کتاب هایی که از سطح شهر و یا از کتابخانه و یا از مدرسه و مکتب ها جمع آوری شده، این کتاب ها از مناطق جمع آوری شده که در اون مناطق هزاره ها و شیعه زندگی میکنه. اگر کتاب هایی که مخالفت با حکومت طالبان داشته در هرات جمع آوری شده، از منطقه جبرائیل جمع آوری شده، نه از منطقه شهر هرات که متعلق به تاجکای هرات است یا پیروای اهل سنت است. و همچنان این کتاب‌ها در کتابخانه بامیان جمع آوری شده، و امروز ما و شما شاهد هستیم که کتاب‌هایی که به او کتاب‌ها مردم هزاره و شیعه اعتقاد داره، کتاب‌ها در دایکندی توسط طالبان جمع آوری میشه. در کل طالبان در 3 سال گذشته فشارها و تحریم‌ها و ظلم‌هایش بر مردم هزاره و شهر افغانستان شدت داده، و هر طرح و هر پروژه ای را در برابر هزاره ها انجام میده که تا اینا ضعیف شود، اینا تضعیف شود، طالبان فشارهایش را بر اینا ایجاد بکنه. ما و شما در ایام اربعین شاهد بودیم وقت زایرین که از کربلا سمت افغانستان برگشت، در مرز اسلام قلعه مفاتح الجنان جمع آوری شد، نهج البلاغه جمع آوری شد، که نهج البلاغه کلمات حضرت علی یکی از کتاب‌های مقدس مردم هزاره و شیعه در افغانستان است که علما از او تفسیر میکنه، جوانا از او میآموزه، پندها و آموزه‌ها در اونجا وجود داره. متاسفانه در کل من گفتم میتونم که طالبا امروز این قیدا وضع میکنه، مخصوصا کتاب‌هایی که با فقه حنفی مخالفت داره، با حکومت طالبا مخالفت داره، این کتاب‌ها از مناطق هزارجات و شیعه‌نشین جمع‌آوری میشه. از دیگه مناطق ما شاهد نیستیم کتاب از جوزجان جمع شده باشه، یا از بدخشان جمع شده باشه، یا از تخار جمع شده باشه، یا از لوگر و جای دیگه جمع‌آوری شده باشه. در کل این پلان‌های طالبا یک پلان مشخص است که بر مردم هزاره صورت میگیره. در کل فشارها وجود داره و رسانه‌ها و مردم افغانستان میبینه. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.